چگونه بازی تاج و تخت در سطوح بالای جمهوری اسلامی به حزب سیاسی یکدیگر رسیده؟ آیا خامنه ای می‌خواهد قبل از مرگش هر گونه حاشیه ساز احتمالی برای جانشینش را از صحنه خارج کند و جمهوری اسلامی که التزامی به رأی ملت نمی‌بیند و نظارت استصوابی را بالاتر از انتخاب ملت قرار می‌دهد از جان مردم چه می‌خواهد؟ به چشم‌انداز خوش آمدید. من سمیرا قرعه‌ای هستم. برای گروه قابل توجهی از مردم ایران انتخابات در جمهوری اسلامی دیگر معنایی ندارد، اما در سطوح بالای حکومت قضیه رد صلاحیت‌ها معنایی دیگر یافته. انتخابات مجلس خبرگان رهبری که قرار است همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی در 11 اسفند برگزار شود، قربانی‌های زیادی را در مرحله بررسی صلاحیت‌ها به جا گذاشته. حسن روحانی یکی از شاخص‌ترین چهره‌هایی است که رد صلاحیت شده. اصلاح طلبان می‌گویند رد صلاحیت حسن روحانی به خاطر آن است که جناح او نتواند در انتخاب رهبر آینده پس از مرگ علی خامنه‌ای نقشی ایفا کند، همان نقشی که هاشمی رفسنجانی پس از مرگ خمینی بازی کرد، نقشی که علی خامنه‌ای آن را از بر است. اصولگرایان هم این مسئله را رد نمی‌کنند. جواد کریمی قدوسی عضو جبهه پایداری در توییتی معنادار نوشته است که کسی که استعداد و اراده سقیفه‌سازی را داشت توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. اما گروهی هم هستند که سوابق دیرینه حسن روحانی از جمله مواردی در دهه 60 را دلیل رد صلاحیت او می‌دانند. در چشم‌انداز امشب با حضور 3 مهمان به این جنگ قدرت نگاه میکنیم. 3 مهمانی که من را همراهی میکنند: مهدی مهتوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، احسان مهرابی، روزنامه نگار، و همکارم مراد ویسی. سلام میکنم به هر 3 شما آقایون، خوش آمدید به برنامه امروز چشم‌انداز. آقای مهتوی آزاد، 25 روز مانده تا انتخابات، حرف و حدیث های زیادی زده شده، از سوی خود علی خامنه ای هم صحبت های فراوانی راجع به انتخابات شده. اگر اینها رو نگاه بکنید، آیا میشه ادعا کرد که در شرایط فعلی جمهوری اسلامی برای جذب رأی هواداران و موافقان خودش هم به سختی افتاده؟ و اگر به سلام حضرت در خدمت شما آقای ویسی، آقای مهرابی و شنوندگان و بینندگان عزیز، ببینید اگر آخرین حرفای علی خامنه‌ای رو ملاک بگیریم که در مورد خواص حرف میزنه، خواص اصلا یک کلمه اسم مستعاری است، به معنای نخبگان نیست در ادبیات خامنه‌ای، به معنای آدمای خاصی است پشت پرده. یعنی مثلا جنبش سبز که عصبانی شده بود که پشت پرده کسانی بودن از انتقاد میکردن، ما کلمه خواص بی بصیرت رو مطرح کرد. از مراجع تقریر که عصبانی میشه میگه از برخی خواص انتظار نداریم. ما از برخی خواص انتقاد کرد، گفت هدف دشمن دل سرد کردن خواص. این حرف رو اگه ملاک بگیریم، یعنی که بله، در مورد انتخابات و نحوه حکمرانی در این ساختار فعلی هم بود دچار مشکل شده. یعنی در ساختار تک قطبی فعلی که چهره‌های در واقع حتی اصولگرای میان رو هم حذف شدن و فقط علی مونده و حوزش هم، یعنی باز دچار مشکل شده اینکه از کجا و کی ما شاید اطلاعات دقیق نداشته باشیم. منتها اگر مجموعه عملکرد گذشته علی خامنه ای و بالا پایین‌هاش، حرکت در واقع منحنی سینوسی رفتاری رو در نظر بگیرید، به نتیجه می‌رسید که خیلی واسش دغدغه نیست، خیلی براش مهم نیست. درست اومد هشدار داد، خیلی هشدار داد، درسته در سخنرانیش چند بار شما در سالهای اخیر می‌بینید که در مورد کاهش مشارکت هشدار میده و میگه که این برای نظام بد هست و غیره. مطمئن ببینید اگه خامنه ای کسی است که اگر احساس خطر بکنه امتیاز میده. تمام عمر خامنه ای نشون میده که علی خامنه ای که او به قانون، انسانیت، نمیدونم خدا، پیغمبر، از ذره این اصلا توجه نداره. هیچ چیز واسش مهم نیست، هیچ شاخصه ای نیست که نگهدار او باشه جز ترس. ترس که احساس ترس یا احساس در واقع نگرانی جدی بکنه عقب میره و امتیاز میده. اینجوری نگاه بکنیم میبینیم خود حالا امتیاز نشده امتیاز بده، یعنی در تایید صلاحیت و در هیچ چیزی حاضر نشده امتیاز بده. برای من فکر نمی‌کنم به سختیش افتاده. اینجوری در واقع داریم نگاه می‌کنیم، او داره مثل این کسانی که درشکه‌ای رو 4 تا اسب داره می‌برن و اسب‌ها خستن و شلاق می‌زنن به اسب‌ها، او داره به اسب‌ها، یعنی همون مقامات جمهوری اسلامی، نفرای اول جمهوری اسلامی که الان منصور خوش هستن، شلاق می‌زنه که خسته نشید بدوید. دقیقاً میگم مثل گاریچی، مثل کسی که بالا نشسته و 4 تا اسب یا 4 تا قاطری که دارن گاری می‌برن خسته شدن، داره بهشون
فشار میاره که بودن حرکت کنن وای نستن، اما در این حال فکر نمیکنن که اون تایدرش قصد عقب نشینی داشته باشه یا جدا احساس خطر بکنه. بسیار خوب آقای مهدوی آزاد، این بحثی که میکنید میگید خامنه ای اگر احساس خطر بکنه امتیاز میده، این رو یه مقدار برامون باز میکنید؟ شرایط فعلی آیا شرایطی هست که برای او احساس خطر ایجاد بکنه؟ خطر یعنی چی و امتیازی که میده منظور شما چه هست؟ شاملش چیزهایی میشه؟ بله، من یه نگاهی بندازید به حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی. ببینید، شما میبینید در سیاست خارجی که میبینید هر موقع واقعا احساس نگران کنه بلافاصله یا احساس کنه آچمز داره میشه یا لای منگینه میمونه یا خطر جدی برای حکمرانیش هست، سریع شما دیدید یا نرمش قهرمانانه میکنه یا میگه من قبلا همین رو گفته بودم، نه یا یه تغییر جهت میده یا میبینید اصلا مقابل اسرائیل صبر استراتژیک میکنه. الان ببینید در و دیوار اصلا حاضر نیست از ایده جنگ طلبیش عقب بشینه، حاضر نیست به کشور صلح حتی بعد از یک دقیقه حاکم باشه. منتها خب اسرائیل که میزنه، چون میدونه اسرائیل شوخی نداره، اسرائیل نمیدونم آقای اوباما یا آقای بایدن نیست، یا بلند میشه بهت رهبری میزنه، به اسرائیل میگه صبر استراتژی. در حوزه سیاست داخلی هم همین. من یک از خاطرات شخصی عجیبم کوی دانشگاه تهران هست. اون روزی که کوی دانشگاه در واقع اعتراضات بالا گرفته بود در دانشگاه، حیات دانشگاه تهران، من البته اون موقع لیسانس دانشگاه تهران نبودم، دانشگاه دیگه بودم، رفته بودم دانشگاه تهران، در دانشگاه تهران نطق از علی خامنه‌ای از بلندگو پخش شد. اونجا گفت به جوان، میگه به جوانان بسیجی گفت که اگر عکس من رو هم پاره کردن نمیدونم ناراحت نشید و اینا. تو اونجاست میگه من جسم ناقص، یکی از معدود در واقع یکی از دفعاتی که میگه جسم ناقصی دارم و غیره، و گریه کرد. و من یادم هست این سخنرانیش که در از بلندگو پخش میشد یه تعداد مسخره کردن هو کردن. همین علی خامنه ای که وسط جنبش دانشی اومد گریه کرد و دیگه همین دیگه اصلا گفت عکس من پاره کردم مهم نیست، پوشم دادم مهم نیست. یک سال بعد، دقیقاً یک سال بعد، سالگرد دانشگاه، موقعی بر اوضاع مسلط شده بود، شما نطقش رو ببینید چه نطق آتشینه، بیرحمانه، عجیب و غریبی است. در سیاست داخلی هم همچنین بوده، هر جا احساس کرده که قافیه تنگه، اوضاع خرابه، از در آشتی در اومده. به محض اینکه بر اوضاع مسلط شده ناگهان تغییر جهت داده، احتمالاً اسمش رو میگذاره نوعی سیاست ورزی. مطمئن راست رو بخواد یه نوع شکل عجیب و غریبی از، اگر سیاست ورزی باشه، سیاست ورزی توسعه نیافته، مال جوامع توسعه نیافته و بدبی است. بسیار عالی، ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد. آقای مهرابی، این 25 روز که باقی مانده، فکر میکنید که چگونه انتخابات پیش خواهد رفت؟ به ویژه اگر که بحث خبرگان رو نگاه بکنیم، الان علی خامنه ای 84 سالشه و این خبرگانی که بیان برای 8 سال میمونن، تا 92 سالگی او این خبرگان خواهد بوند. به همین خاطر که بسیاری از کارشناسان از این صحبت میکنند که این مجلس خبرگانی که پیش رو داریم مجلس مهمی خواهد بود به خاطر سن و سال، هرچند که هیچ چیزی معلوم نیست. شما اهمیت مجلس خبرگان رو آیا موافق هستید مثل اونهایی که فکر میکنند این مجلس مهم هست، و عملکردشون در این تایید و رد صلاحیت ها مشخصا راجع به مجلس خبرگان رو چطور میبینید؟ انتخابات مجلس خبرگان در دوره‌های گذشته هم به نوعی متفاوت از انتخابات دیگه بوده و ساختار خاص خودش رو داشته، چه رد صلاحیت‌ها و چه رقابت‌های انتخاباتی. به طور مثال در دهه 60 که دوره آیت الله خمینی بوده و به نوعی حالا جریان چپ در قدرت بوده، باز هم چهره‌هایی مانند آیت الله خلخالی، آیت الله موسوی تبریزی در ابتدا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت میشن که واکنش خیلی شدیدی هم نشون میدن و به نوعی میگن که مثلا میخوان خودشون رو آتش بزنن. از این جهت به هر حال اون همواره یک ساختار محافظه‌کارانه تری نسبت به انتخابات دیگه داشته. در مورد مشارکت مردم هم تقریبا به این شکل بوده، مگر در موارد خاصی که به هر حال سال 77 که بعد از دوم خرداد شده بود و این تصور ایجاد شده بود که مثلا طیف اصلاح طلبان یا طیف نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی میتونن که یک فراکسیون رو در این مجلس شکل بدن، اما در همونجا هم رد صلاحیت ها به نوعی گسترده بود و اجازه ورود هیچ چهره خاصی داده نشد، در حالی که سال بعد در انتخابات مجلس ششم به هر حال رد صلاحیت ها خیلی به نسبت انتخابات گذشته بازتر بود. از این جهت این ساختار مجلس خبرگان همیشه به این شکل بوده. درباره مشارکت هم میشه گفت که مشارکت در مجلس خبرگان برای حکومت خیلی به نسبت مجلس شورای اسلامی هم کم اهمیت تر هست، یعنی
درباره خبرگان هم میشه گفت که نه درباره رد صلاحیت ها، نه درباره بحث های دیگه، نه درباره دعوت و مشارکت، حتی در داخل خود حکومت هم تبلیغاتی انجام نمیشه. نوع مشارکت مجلس هم، مجلس و ریاست جمهوری هم در از دوره گذشته تابع یک سری شرایط خاص شده، یعنی اون شعارهای همیشگی مشارکت داده میشه اما یک فرمول خاصی برای میزان مشارکت هست. یعنی قبلا اگر مثلا حکومت ریسک میکرد و درباره افزایش مشارکت تا حدودی مثلا اجازه به برخی از چهره‌ها میداد یا برخی کارها رو انجام میداد، الان دیگه اونطور نیست و در واقع این ریسک رو انجام نمیده. این اولین سال مهرابی که به نظر اینی که دارین میگه این گزاره راجع به امسال اولین باریه که همچین چیزی رو شما مشاهده میکنید؟ نه، در انتخابات مجلس 11 و ریاست جمهوری هم دقیقاً این فرمول تکرار شد. حتی در اون زمان چهره‌های برخی از تحلیلگران و اصولگرا حتی قبل از انتخابات نوشتن این موضوع را که در این دوره در واقع نتیجه هم مهم هست و فقط میزان مشارکت نیست که مهم هست. این دوره مجلس خبرگان رهبری هم اتفاقات خاصی رخ داده که شاید ما در فضای سیاسی اونها رو نمیبینیم. مثلا ما الان بیشتر رد صلاحیت چهرهای شاخص رو میبینیم، اما درباره اون چهرهایی که نامزد نشدن یا نامزد شدن هم اتفاقات خاصی افتاده. در چند سال گذشته ما شاهد این بودیم که امامان جمعه و نمایندگان آقای خامنه‌ای در استانها تقریبا حذف شدن و یک نسل جدیدی روی کار اومدن که خب در فضای عمومی هم کمتر شناخته شدن. به صورت طبیعی همین امامان جمعه و نمایندگان آقای خامنه‌ای نامزد مجلس خبرگان هستند که هم به لحاظ سنی هم به لحاظ سوابق نسبت به مجلس خبرگان قبلی در واقع جوان‌تر هستند و روابطشون هم در واقع شناخته شده نیست. مثلا خیلی از چهرهایی که به هر حال قبلا بودن در خبرگان برای خودشون یک جایگاهی داشتن در اون ساختار خود جمهوری اسلامی که جایگاهشون رو مثلا از دهه 60 داشتن. الان اینها خیلی هاشون جوانهایی هستن که مثلا ممکنه که در درس آقای خارج خود آقای خامنه‌ای یا مثلا مجتبی خامنه‌ای درس خونده باشن و از این جهت نوع روابطشون هم روابط در واقع تا کنون روابط ناشناخته‌ای است و بعد از انتخابات مشخص میشه که این ترکیب جدید در واقع چه مهندسی درش انجام شده که خیلی مهمتر از اتفاقا مثلا رد صلاحیت افرادی مانند آقای روحانی بوده. بسیار خب آقای ویسی، آقای مهرابی از این تغییر سیستماتیک و آرام در ترکیب مجلس خبرگان دارن صحبت میکنن. در همین انتخاباتی که پیش رو داریم خب دانه درشت هایی رو دیدیم که رد صلاحیت کردن، شاید بشه گفت مهمترینش حسن روحانی بود. شما چگونه میبینید این رد صلاحیت ها رو؟ آیا خامنه ای داره این مجلس خبرگان رو برای بحث جانشینی خودش با توجه به سنش آماده میکنه؟ با سلام به شما و جناب مهدوی آزاد و جناب مهرابی، من نقطه محوری رو در تمام رفتارهای علی خامنه‌ای احساس خطر جدیش از سقوط و فروپاشی می‌بینم و رد صلاحیت‌ها در مجلس خبرگان، نوع رفتارشون در انتخابات مجلس شورای اسلامی و حتی سیاست خارجیشون رو تابع این می‌بینم. چرا؟ این هفته علی خامنه‌ای یه سخنرانی داشت در جمع فرماندهان نیروی هوایی. اونجا 35 دقیقه سخنرانیه، دقیقه 22 تا دقیقه 27ش 5 دقیقه راجع به خواص صحبت میکنه که نقطه اصلی سخنرانیش. در این سخنرانی میگه که بعضی از خواص دروان، دو پهلو صحبت میکنن، با دشمن توانی میکنن و بلکه خیانت میکنن. خیلی عبارات تندیه و خامنه‌ای موقعی که از صدر اسلام استفاده میکنه معمولا میخواد یک وضعیتی رو در امروز توضیح بده و نقطه کانونی سخنرانیش جاییه که میگه وضعیت فعلی ما رو با جنگ صفین مقایسه میکنه. علی خامنه‌ای دیگه با جنگ بدر و خیبر که از نظر صدر اسلام پیروزیه مقایسه نمیکنه، جنگ صفین رو میگه سالهای پایانی حکومت امام اول شیعیان، جایی که علی و معاویه مقابل همن و تعبیر شیعه اینه که علی
به دلیل اینکه خواص به مخالفین حکومت پیوستن حکومت رو از دست داد. فضایی که خودش داره ترسیم میکنه فضایی که به دلیلی که خواص با من نیستند حکومت داره شکست میخوره، سالهای پایانی حکومت رو توصیف میکنه با جنگ صفین، یعنی کسایی که برن جنگ صفین رو بخونن میدونن که سالهایی که علی دیگه یواش یواش حکومت رو داره از دست میده. این کل اون فضای ذهنیشه. حالا توی این وضعیت میاد تمام خواص و حکومت جمهوری اسلامی رو که ازشون ناراضیه توی این جا میده. به چه معنا؟ علی خامنه ای نگرانه که زمزمه هایی که در درون حاکمیت هست در مورد اینکه صدای مطالبات مردم و اعتراضات مردم رو باید بشنویم، نگران این زمزمه های خواص در درون حاکمیت که من خبرش رو میدم، دو تا خبر وجود داره که چنین زمزمه هایی هست در رأس حاکمیت در سپاه و مجمع تشخیص مصلحت، نگران این زمزمه ها در حاکمیت با فریاد بلند اعتراض مردم یکی بشه و حکومت از دست بره و خامنه ای یک موقعی به خودش بیاد ببینه خواص هم دارن یواش یواش حرفای مردم رو میگن و فقط علی میمونه و بیتش. این نگرانیه که باعث میشه حسن روحانی رسالت بشه. من اگه فرصت داشته باشم تو یه دقیقه بگم از 88 تا حالا به خاطر همین نگرانی 15 تا مقام درجه یک جمهوری اسلامی حذف شدن. 4 تا رئیس جمهور که 3 تاش رسالت شدن، هاشمی رفسنجانی، احمدی نژاد، محمد خاتمی و روحانی، 3 تاش رسالت شدن، یکی هم به مرگ مشکوک مرد. 3 تا رئیس مجلس حذف شدن، علی لاریجانی رسالت شده، ناطق منزوی شده، کروبی محصور شده، یه نخست وزیر محصور شده، این 8 تا میرحسین موسوی، 3 تا مقام در رده بالا مثل حسن خمینی، اسحاق جهانگیری معاون اول و ظریف اوت شدن، این 11 تا، 2 تا در محمود احمدی نژاد معاون اول و رئیس دفترش که در حد معاون اول بوده حذف شده، یعنی مشایی و رحیمی، و 2 تا وزیر اطلاعات و معاون اطلاعات که چهرهای کلیدی بودن، یعنی محمود علوی و پور محمدی که الان رسالت شد. از 88 تا حالا 15 تا مقام درجه یک در حد رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس دفتر حذف شدن. این نشون میده در درون حاکمیت هم به تدریج داره این بحث میاد که باید صدای مردم رو شنید. حالا من جلوتر عرض میکنم که اون دوتایی که میگم که در درون حاکمیت شکاف افتاده و در درون نظامیا و مجمع تشخیص درزهای باز شده که خامنه ای به شدت ازش نگرانه چیا هست. بسیار عالی. آقای مهدوی آزاد، همین ادامه بدیم صحبت‌های آقای ویسی رو. زمزمه‌های در سپاه، زمزمه‌های در مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر، چون بر اساس صحبت‌هایی که شما هر سه نفر می‌کنید به نظر میرسه که دو دست نگرانی باید وجود داشته باشه، یک برای علی خامنه، یک اینه که در همین زمان حیاتش ائتلافی علیه او تشکیل بشه، حالا از این مغضوب شدگان اینها به هم نزدیک بشن، این حالا محل سوال هست که چقدر احتمال داره، و دیگری اینه که بعد از مرگش سرنوشتی برای جانشینش بخواد اتفاق بیفته. اگر این نگرانی ها رو باز بکنید، شما چقدر فکر میکنید که این بحث به راه افتادن این زمزمه ها علیه علی خامنه ای چقدر میتونه معتبر باشه؟ ما تجربه 88 میرحسین موسوی رو داریم، تجربه قدرتی که آقای خاتمی داشت، هیچ کدام استفاده نکردند از اون پشتوانه ملی که آن زمان پشتشون بود علیه علی خامنه ای. چقدر الان میشه به این چیزها فکر کرد که شاید اینها بخوان علیه علی خامنه یک ائتلافی، یک اتحادی تشکیل بدن؟ بله، ببینید خیلی مهمه که ما بتونیم بفهمیم که در ایران چه اتفاقی داره میفته، چه چیزی داره رخ میده، ما در چه مسیری هستیم. ببینید 10-15 سال پیش یه جمله معروفی هست که فکر کنم خیلی از ایرانی‌ها شنیدن، انقلاب فرزندان خودش رو میخوره، انقلاب فرزندان خودش رو میبله. من البته دیدم خیلی در مطبوعات می‌نویسن که این جمله مال فرانس فانونه، متفکر نویسنده چپگرای قرن 20. مثلا اونجا که من میدونم مال جک مالت که 1800 مرده، اصلا مال 200 سال قبلش گفته و خب نظراتش اثر گذاشته. این جمله
زمانی میگم در 15 سال پیش از این زاویه دو داستان در واقع تحلیل میشد. موقعی که مطبوعات اصلاح طلب اومدن برای اولین بار سه جامعه شناس اومدن تحلیلای نوشتن، من یادم هست یه دورانی هست در ماه 11 انقلاب فرانسه، ماهی هست اسمش رو میذارن ماه ترمیدور، در واقع از تنبال ترمال میاد، که در واقع ماهی است که روبسپیر اعدام میشه و دوران ترور تمام میشه و فروکش میکنه شرایط انقلابی و اینا. من یادم هست 15 سال پیش مثلا میگفتن دوران ترمیدور انقلاب فرارسیده، یعنی دوران ترمیدور دورانی است که شعارهای انقلابی که کم رنگ میشه، دادگاه انقلاب برچیده میشه و شروع میکنه انقلاب وارد نظم و استقرار. خب دیدیم اینطوری نیست. یه زمانی از زاویه همین انقلاب فرزندان خودش رو میخورد تحلیل میشد، ولی باز میبینیم اینطوری نیست. اصلا اینطوری نیست که انقلاب فرزندان خودش رو بخورد. ببینید یه اتفاقی داره میفته، اتفاق به نظر من خیلی مهندسی شده تر از اون است که شاید به چشم میاد، برخلاف اون چیزی که شاید ادعای تصور میکنه. اون چیزی که به نام جریان اصولگرا ساخته شد و پرداخته شد، الان میشناسیمش به عنوان جریان در واقع نو اصولگرا، این جریان جریانی است که شخص رهبر جمهوری اسلامی ساختتش. درست ما قبلش جامعه روحانیت مجمع روحانیون داشتیم، چپ و راست داشتیم، منتها جریانی که منسجم شد علیه جریان اجتماعی اصلاح طلب، جریان اصولگرا، جریانی بود که علی خامنه‌ای ساختش و همه میگفتن جریان خامنه‌ای. در اون جریان هم دستکاری‌هایی کرد، دستکاری به اونجا رسید که بعداً دیگه ناطق نوری هم از اون جریان کنار گذاشته شد، علی لاریجانی هم کنار گذاشته شد. یعنی چهره‌هایی که شما 20 سال پیش اصلا اگه می‌خواستید بگید اصولگرای مخالفان اصلاح، یکیش ناطق بود، یکیش علی لاریجانی، اینا کم کم شدن منتقدان و چهره‌های جدیدتری اومدن. یه جریان دستساز ساخت، نظم اجتماعی رو عوض کرد علی خامنه‌ای، روحانیون رو آورد پایین، مداح‌ها رو آورد بالا، قوانین اساسی ایران رو در واقع نادیده گرفت و تغییر داد، در اون حد که سپاه پاسداران که علی رولای خامنه‌ای هشدار داده بود که حق نداره انتخابات دخالت بکنه، سپاه پاسداران کرد همه چیز و اصلا رسمی کرد همه چی دخالت بکنه. این دیگه مثنوی شرحش مفصل، همه بهتر از من میدونن، من سرتون درد نمیرم. اتفاقاتی افتاده، اون اتفاق این هستش که علی خامنه ای در واقع زمین و زمان رو به هم دوخت، منافع ملی، آینده ایران، سیاست نسل، ببین همه چیز رو به هم زد برای که خودش بتونه حکمرانی کنه. میدونید این وضعیتی که علی تازه ما شانس آوردیم، علی خامنه‌ای تا 7 8 سال پیش باید میتونستیم بگیم دستاورد داشت، به خاطر که همه جای دنیا میگفتن رژیم صدام حسین، نمیدونم رژیم معمر قذافی، رژیم حسنی مبارک، در مورد خامنه‌ای نمیگفتن رژیم خامنه‌ای، میگفتن جمهوری اسلامی ایران. حالا کم کم الان 7 8 سالی که مردم دارن این میشناسه که بابا این اینه پشت پرده، این باید پاسخگو باشه، از سیاست خارجی تا اقتصاد همه چی دست اوست، او قدرت بی حد و حصر داره. من فکر میکنم که از این زاویه اگر نگاه بکنید، تصورم سخته که در ساختار سیاسی فعلی بتونن علی خامنه ای ائتلافی را بندازن، جریانی درست کنن یا کاری بکنن. من از کسایی که فکر می‌کنم هاشمی رفسنجانی رو کشتن، به نظرم هم کشتن هاشمی رفسنجانی نشانه کافی است. ببینید این جمله رو بگم واسه اینکه بحثم تکمیل شه، عذرخواهی می‌کنم، ساختار روحانیت در ایران و ساختار بحث در واقع حکمرانی ایدئولوژیک طوری هست که ممکن هست توش یه تعداد روحانیون جمع بشن و بگن آقا این خامنه ای چیکار داره می‌کنه، مثلا اسلام رو خراب کرده، از منظر تکلیف بیان بگن آقا این کشور اینجوری کرده. ممکن هست در دستگاه اطلاعاتی مثلا وزارت اطلاعات نیروهای مخالف باشن که بودن همیشه، منتها این که بتونن منسجم بتونن کاری بکنن یا اثر خبرگان اعمال نفوذی کنن یا اون رو ضعیف کنن، به نظر من نه تنها ممکن نیست، محاله. نمونهش این است که همه کشور زمانی که هاشمی رفسنجانی هم بود جمع شدن که بر نهادهای زیر نظر اون نظارت بکنن یا حتی مالیات بده و زورشون نرسید. بسیار خب آقای ویسی، این بخشی که آقای مهدوی آزاد اشاره میکنن راجع به پتانسیل این زمزمه ها علیه علی خامنه ای رو شما بهش فکر کنید، من یک سال از آقای مهرابی بپرسم. آقای مهرابی، زمین و زمان رو آقای مهدوی آزاد میگه که علی خامنه ای به هم دوخت تا بتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه، در شرایط فعلی هم آقای مهدوی آزاد هم آقای ویسی به بحث احساس خطر کردن علی خامنه ای اشاره کردند. میخوام ازتون بپرسم مثلا حذف یکی مثل حسن روحانی چقدر نشون میده که علی خامنه ای ترسیده؟ کسی که زمان و زمان رو با موفقیت به هم دوخته، اینجایی ایستاده که میدونیم سرکوب میکنه مردم رو، مهرهای خودی خودش رو داره، گاری خودش رو به قول آقای مهدوی آزاد سوار بر 4 نفر داره به پیش میبره، انتخابات هم براش معنی نداره، سخنرانیش میاد این آدم، میخوام ببینم که چجوری میشه فهمید که کجا احساس خطر کرده. کسی که قادر زمین و زمان رو برای حفظ خودش به هم بدوزه، اگر که حسن روحانی رو حذف میکنه و رد صلاحیت میکنه، خب میتونه از اون قدرتش بیاد دیگه، ممکنه از ترس نیاد. شما چطور میبینید؟
بخشی از این موضوع برمیگرده در واقع به دوره‌ای که به فرض مثال آقای خامنه‌ای نباشه، یعنی اگر ترسی مثلا از حسن روحانی هست یا ترسی حتی مثلا از مصطفی پورمحمدی هست، برای روزی هست که به هر حال آقای خامنه‌ای نباشه و از اون در اون روز خود معادلات در واقع معادلات جدید هست و خیلی از افرادی که مثلا با آقای خامنه‌ای بودن ممکنه خودشون رو با ساختار جدید تطبیق بدن و از این جهت این نگرانی وجود داره که مثلا در اون روز یک فردی مانند حسن روحانی بتونه مؤثر باشه. ضرورتا حتما به این معنا نیست که الان آقای خامنه‌ای از خود حسن روحانی ترس داره. از سوی دیگه این هزینه‌ای که حکومت یا آقای خامنه‌ای هم میده کم شده. مثلا اگر در دوره‌ای رد صلاحیت فردی مانند حسن خمینی یک هزینه‌ای داشت و مثلا آقای هاشمی رفسنجانی اعتراض میکرد، الان دیگه اون هزینه ها هم وجود نداره و به راحتی فردی مانند حسن روحانی میشه رد صلاحیت بشه. ساختار دهه 60 و حذف آیت الله منتظری ثابت کرده که حکومت حتی در بحرانی ترین روزهاش مثلا در جنگ که از کل خود حاکمیت احساس خطر بکنه، باز اون معادلات درونیش هم براش مهم هست. یعنی با وجود اینکه این نگرانی وجود داشت که مثلا این درگیری های داخل حکومت بر روی جبهه ها یا اتفاقات دیگه تأثیر بگذاره، الان که خیلی از پشت پرده ها مشخص شده، میدونیم که به هر حال در همون دهه 60 یک درگیری شدیدی پشت پرده در جریان بوده. برای همین حتی اگر حکومت در بحرانی ترین شرایط خودش باشه و از همه جهات احساس خطر بکنه، باز همون معادلات داخلی و معادلات داخل قدرت و مجلس خبرگان رهبری مهم هست و به این معنا نیست که اگر آقای خامنه‌ای از ساختار کل حکومت احساس ترس بکنه در اون خود حوزه‌های داخلی یا مجلس خبرگان امتیاز بده، یا جناح‌ها هم به این معنا نیست که مثلا کوتاه میان از حس و هم دیگه. از این جهت به هر حال با وجود اون احساس خطر درباره کل حاکمیت، باز این معادلات داخلی خبرگان معادلات جداگانه هست و بر اساس اون معادلات هست که یک سری افراد رد صلاحیت میشن یا مثلا افراد جدیدی مهندسی میشن که ساختار انتخابات شکل میگیره. بسیار خب آقای ویسی بفرمایید راجع به همین بخش سپاه و مجمع تشخیص که صحبت میخواستید بکنید. یه مقدمه عرض کنم، منم مثل جناب مهرابی معتقدم که هزینه ای حزب برای حاکمیت نداره. منم معتقدم مثل جناب مهدوی‌آزاد که اینا قادر نیستن جلو خامنه‌ای بلوک قدرت تشکیل بدن و همچنان هم معتقدم که حکومت هم همچون که آقای مهرابی گفتن رفتار شوزه. با این سه تا مقدمه معتقدم که رفتار خامنه‌ای هم برای دوره ایست که جمهوری اسلامی از اعتراضات جان سالم به در ببره و مسئله رهبر سوم باشه، همونجور که آقای مهرابی گفتن، هم مهمتر از اون نگران قبل از رهبر سوم حکومت فرو بپاشه و به این دلیل نگران رفتار خواصه. چرا؟ حکومت بارها من عرض کرد موقعی که با اعتراضات مردم روبرو میشه، سه تا وضعیت اگر رخ بده حکومت سقوط میکنه. مردم اعتراضشون تبدیل به یک جنبش اعتراضی با تمام ویژگی‌ها بشه، حکومت در حاکمیت شکاف یفته و اراده و توان سرکوب هم از دست بده. حالا این سه وضعیت یواش یواش در ایران داره کامل میشه. از سال 96 به بعد مردم جنبش اعتراضیشون داره کامل میشه، خواستار سرنگونی هم. علی خامنه‌ای میگه من مردمو که کارش نمیتونم بکنم، فقط میتونم سرکوب کنم. اعتراضات که سر جاش هست، من فقط میتونم برم سرکوب کنم. اون از مردم میگه اونجایی که میتونم جلو سرنگونی رو بگیرم، یکیش اینه که در حاکمیت شکاف نیفته، با مردم همسو نشن خواص، و یکی هم اینه که نیروی سرکوب اراده و توان سرکوب از دست نده. حالا چرا نگرانه؟ چون شواهد و خبرهای ما داریم که این دو اتفاق داره میفته، در کنار اعتراض مردم هم در نیروی سرکوب هم در حاکمیت داره شکاف میفته. همین هفته آقای مهدی نصیری مدیر مسئول سابق کیهان یک مناظره طوری با آقای محمد مهاجری دیگر عضو سابق شورای سردبیری کیهان داشت تو یوتیوب هست. دو تا خبر میگه آقای نصیری که مؤید این نظر بنده است. یکیش اینه که
میگه جلسه فرمانده های سپاه بوده درباره اعتراضات 1400. میگه حسین علایی فرمانده سابق نیروی دریایی که منتقد وضع موجوده رفته این جلسه صحبت کرده، اومده بیرون ازش پرسیدن چه خبر، میگه بابا بعضی از این فرمانده ها از نظر انتقاد دو سه قدم از من جلوترن. یعنی اون نیرویی که باید سرکوب بکنه به تردید افتاده، به این نتیجه رسیده که یه جاهایی باید صدای مردم رو شنید که خامنه ای از این نگرانه. این یکی. دوم اینه که همین آقای نصیری دوباره خبر میده، میگه موقع اعتراضات شد در مجمع تشخیص مصلحت سه تا کمیته تشکیل دادن، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، که درباره این اعتراضات چیکار کنه. میگه هر سه تا کمیته به این نتیجه رسیدن که باید صدای مردم رو بشنویم، یه کاری بکنیم با مطالبات مردم جواب بدیم. میگه از بیت رهبری زنگ زدن به صادق لاریجانی که حق نداره اینا رو تو جلسه عمومی مطرح کنی. کی؟ مجمع تشخیص مصلحتی که همش خواص منسوب درجه یک خود خامنه ای هست. بنابراین دیگه فقط اعتراضات مردم نیست، در درون سپاه یه درزای باز شده، در درون مجمع تشخیص مصلحت یه درزای باز شده. من اسم اینو شکاف نمیذارم چون هنوز به محل شکاف نرسیده، ولی دو تا درز مهمه. درز خاصیتش چیه؟ در دیوار موقع درز هست، در یه چوبی موقعی که درز هست، موقع تحت فشار قرار بگیره این درز سر باز میکنه، تبدیل به شکاف میشه و دچار فروپاشی میکنه. علی خامنه ای نگرانه اون شکافی که در حاکمیت رخ داده، امثال خاتمی و هاشمی و حسن خمینی و ناطق و لاریجانی و روحانی اینا که بوده، اینا رو حذف کرده، از اون نگران هست. ولی نگرانی جدیدتر و جدیدترش اینی که در مجمع تشخیص مصلحت و در سپاه پاسداران داره درز دیده میشه. سخنرانی اخیرش موکول بینه. بسیار خب. آقای مهدوی‌زاده، رجوع به صحبت آقای ویسی نکته دارید؟ نه نکته اینه، آقا من نمیخوام توی تصور بشه این کار در مخالفت با ایشون دارم حرف میزنم. من میفهمم ایشون چی میگه، باش 100% موافقم و فکر نمیکنم ایشون نتیجه بزرگی هم بگیره. منتها این درس ها که هست درسته، تازه یه جایش میشه شکاف باشه. منتها یه زمانی از همین جس خیلی بزرگترش در ایران بود، یعنی مجلس ششم طوری بود که علی خامنه‌ای میگفت این خاری هست در گلوی من و نزدیک بود در واقع ماجرایی که کربلا و حکومت رو مطرح کرد، نزدیک بود بیزن مجلس رو اشغال کنن. دولت طوری بود که میدونیم چه حرفایی میزد، شوراها طوری بود که علی خامنه‌ای در انتخابات شورای دوم شرکت نکرد، رفت سیستان و بلوچستان اگه اشتباه نکنم، رفت یه جای دوری که نتونه در شورا شرکت کنه. و همین اگه الان تو مجمع تشخیص درزه، یه زمانی در مجمع تشخیص اصلا یک بلاک علیه او تشکیل شده بود، طوری بود در وزارت اطلاعات معاونین اون موقع 15 تا معاون بود، از این 15 تا معاون 8 تا 9 تاش مخالف جدی علی خامنه ای بودن. یه زمان آقای هاشمی شاری رئیس قوه قضاییه بود، دیپلمات‌ها سفرهای ایران رو جلسه سالانه می‌گذاشتن، همزمان که مرتضوی مطبوعات رو می‌بست و اینا. طور این دیپلمات‌ها سفرهای ایران در خارج از کشور به رئیس وقت قوه قضاییه و طبیعتاً بالا دستش میپریدن و انتقاد میکردن که شما حیثیت ایران بود، شما انگار که تصور کنید که مثلا یه سن خارج کشور داره حرف میزنه. میخوام این شکاف ها یه زمان خیلی عظیمترش در ساختار قدرت بود، منطقه قلق و غم شد، خرد شد و شکستش. مسئله این استش که الان نه تنها در داخل کشور صف بندی نیست، شخصیت مورد وثوق اجتماعی هم نیست، یعنی کسی هم نیست. الان فرض کنید درون حکومت یه فرمانده سپاه یا مثلا رئیس صادق لاریجانی مثلا علی خامنه‌ای قیام کنه، محاله، ولی میگم فرض کنیم رویا بافی، شما فکر می‌کنید صادق لاریجانی میتونه 5% جامعه رو پشت خودش بیاره؟ اصلا قبول می‌کنم که کسی میاد تخم مرغش بذاره سبد. مسئله این است که ساختار حکومت به انسداد رسیده، منتها خب این روندش روند تدریجی خرد شدن چیزی نیست که قابل پیش بینی. آقای مهدوی‌زاده، این شخصیت‌های مورد وثوق که بهش اشاره می‌کنیم، ما رد صلاحیت‌هایی که شاهد بودیم امسال، یعنی از حسن روحانی شما بگیرید، پور محمدی، علوی، فلاحیان، در سالهای قبل هم بودن، بر علی لاریجانی، حلقه های بسیار نزدیک به علی خامنه ای بودند. بسیاری از اینها به لحاظ علمی تایید صلاحیت شده بودند، اما امسال با بهانه رد صلاحیت علمی کنار گذاشته میشند.
الیت مغزوب زیاد هست. حالا الیت در اون چیزی که در فارسی و در ایران به کار میبریم منظورم هست. اینها چرا عاجزن از تشکیل یک ائتلاف؟ این یکی از ارکان یک تحول بزرگ اجتماعی در ایران میتونه بشه. حالا تحول اجتماعی نه الزاما انقلاب. ولی نزدیک شدن این مغزوبان به هم و تشکیل یک ائتلاف علیه علی خامنه ای رو ما نمیبینیم. بسیار رام برخورد میکنن. نامه حسن روحانی رو ببینید بعد از رد صلاحیتش، رامن، یعنی اعتراضی به اون شکل ولی خامنه ای نمی کنند. خیلی نکته جالب گفتی. اول من به شما بگم که الان دیگه بحث الیت مغزوب نیست. خامنه ای ساخت و بافت قدرت رو در ایران عوض کرده. مسئله خیلی بالاتر از مغزوب بودن الیت. یه زمانی همه میادن میگفتن رؤسای جمهور جمهوری اسلامی همشون توسط علی خامنه ای بلاک میشن، نمیدونم مغزوب میشن. درسته، منتها اتفاق بزرگتری افتاده. شما فقط به رد صلاحیت مثلا حسن روحانی یا محمود علوی نگاه نکنید، رد صلاحیت پور محمدی رو هم ببینید، رد صلاحیت علی لاریجانی رو هم ببینید، فقط هاشمی رفسنجانی نگاه نکنید، اون طرف هم نگاه کنید. کنار اینا وقایع دیگه ایران بگذارید. این که میاد پشت سر علی اکبر ولایتی در صدا و سیما میگه تو قاتل بچه‌های ما هستی، منظورش حزب الله. ببین اینا رو کنار هم بگذارید. بافت قدرت در ایران علی خامنه‌ای عوضش کرد. این به معنی نیست که کسایی که خوششون نمیومد اون گذشت لزوما کنار. حتی کسانی بودن در واقع چاکر آستان او بودن، منتها ذهنیتشون فرق داشت، ذهنیتشون با ذهنیت علی خامنه‌ای فرق داشت. تو چه زورش میرسید عوض کرد. اما این مخالفان، اینها چرا در واقع اینکه داخل حکومت بودن نمیتونن ائتلاف تشکیل بدن یا به قول شما رام هستن مطیعن؟ دلایل متعدد داره. یه دلیلش بیرحمی سیستمه. و سیستم دیده، خب دیده ساده ترین کاری که میکنه حصر خانگی است. کسی مثل آیت الله منتظری رو حصر میکنه، رو بخواد میکشه مثل هاشمی رفسنجانی. یه دلیل دیگهش فساده. متاسفانه بخشای تقریبا شاید اغلبشون اکثرشون از این آدم های مغزوب سابقه فساد دارن، خیلی گاف دارن، دست دستگاه امنیتی خیلی پرونده دارن. و یه دلیل دیگهش هم حمایت مردمی ندارن. یعنی در واقع اگر قرار باشه یه ذره گستاختر باشن، از اینجا رونده و از اونجا مونده میشن. دین و ایمون هم ندارن که بگم بخواد خدا کاری میکنه. بسیار عالی. آقای مهرابی، شما اگر که نگاه بیاندازید به رد صلاحیت‌های این دوره، حالا مشخصا حسن روحانی رو هم مد نظرتون داشته باشید، فکر میکنید که علی خامنه‌ای چه بازی داره میکنه؟ قرار هست که چه اتفاقی بیفته بعد از انتخابات، از اون خبرگانی که علی خامنه‌ای داره میچینه؟ در واقع بخشیش رو ما منصوب میکنیم به آقای خامنه‌ای، ولی خب میشه گفت که شاید همه معادله رو هم نباید در واقع فرد خود آقای خامنه ای دید. به این معنا که درسته که خود آیت الله خمینی بود که آیت الله منتظری رو حذف کرد، ولی مثلا نمیشه نقش احمد خمینی یا نقش مجموعه های امنیتی رو در اون موضوع در نظر نگرفت. الان هم طبیعتا به جز شخص آقای خامنه ای، اون جریان هایی که برای جانشینی آینده برنامه ریزی میکنن هم در این موضوع تاثیرگذار هستن. و خط کلی این هست که در واقع نباید هیچ کسی که قدرت فراکسیون سازی یا قدرت بلوک سازی داشته باشه در این مجموعه باشه. حالا مثلا چه فردی مانند حسن روحانی که یک جریانی هم در واقع پشتش هست و میتونه به صورت جریانی مثلا یک سری کارها رو انجام بده، یا فردی مانند مثلا مصطفی پور محمدی یا حیدر مصلحی که اون جاه طلبی های شخصیشون بخواد که باعث شه که اونها یک سری کارهایی رو انجام بدن. این در واقع در حالت کلی هست که خب ما در رأس میبینیم این اتفاق در استانها هم افتاده. یعنی الان مثلا در انتخابات قبل برخی از حوزه ها نشون داده شد که یک ریسک کردن و مثلا برخی نامزدهای جوان رو تایید صلاحیت کردن، اما اون نامزد مثلا نماینده آقای خامنه ای رو شکست داد و بعد هم تلاش میکرد که یک سری خبرسازی یا جریانسازی بکنه در مجلس خبرگان یا موضوعات مشابه فساد اقتصادی که نمونش مثلا آقای صدر ساداتی بود. اما الان دیگه در اون حوزه هم ریسک نمیکنن. یعنی یک مجموعه‌ای که به هر حال کاملا دستچین شده باشه، این افراد خیلی سابقه‌ای نداشته باشن که بخون حالا یک اقدام خاصی انجام بدن. و اتفاقا خیلی از این آدم ها به نسبت دورهای قبل کمتر سوابق اجرایی یا سوابق سیاسی در خود حکومت دارن و بیشتر هم در واقع تحصیل حوزه داشتن قبل از اینکه بخوام به این سمت ها منصوب بشن. یک
شخصیتی داشتن مثلا مثل صادق لاریجانی که خب اون جایگاه مثلا خانوادگی صادق لاریجانی رو هم ندارن. این افراد نه به لحاظ شخصی تجربه‌ای دارن که بخوان یک جریانی را ایجاد بکنن و نه سابقه سیاسی دارن که به نوعی آموخته باشن که در مجلسی مانند مجلس خبرگان بتونن اقداماتی انجام بدن و در واقع خلاف اون ساختار باشه، نه جایگاهش رو دارن که بخوان این اقدامات رو انجام بدن. در واقع این یک ساختاری هست که در واقع مطلوب هست و در این وسط حالا چند تا چهره مثل صادق لاریجانی یا چهرهای دیگه هم حضور دارن که خب اونها هم به نوعی قدرتشون رو از دست دادن و چه به لحاظ پرونده‌های فسادی که علیهشون مطرح شده و چه به لحاظ اینکه در خود جامعه هم از ابتدا نقشی نداشتن اون جایگاهشون رو از دست دادن. اینکه این بلوک ها هم شکل میگیرن علاوه بر فساد اقتصادی، بخشیش به اون ساختار حکومت برمیگرده، یعنی در ساختار حکومت اول باید یک محوری باشه که اون افراد دیگه حول اون محور جمع شن که از الان اون محور وجود نداره، و دیگه به هر حال این که گروه هایی از مردم طبیعتاً دنبال برانداختن حکومت هستن، این افراد طبیعتاً پیش خودشون وقتی سبک سنگین میکنن میگن خب ما از حکومت که حذف میشیم، از اون طرف مردم هم به ما اقبالی انجام نمیدن، چون بخشی از مردم در واقع امیدوار هستن که حکومت سرنگون بشه، پس طبیعتاً نمیان بر روی ما بخوان سرمایه گذاری بکنن و طبیعتاً از این جهت هیچ بلوکی هم شکل نمیگیره. بسیار خب آقای ویسی، حلوش 3 دقیقه داریم، بازی علی خامنه ای رو شما در این انتخابات چه میبینید اگر بخواید بازیش رو تجزیه تحلیل بکنید؟ در همون چارچوب عرض میکنم، در کنار فرمایشات های مهدوی آزاد چند تا نکته میخوام در تکمیل فرمایشاتشون بگم. قبلش هم بگم آقای مهدوی آزاد و جناب مهرابی رو من از بهترین تحلیلگرهای حال حاضر ایران میدونم و عرایزم رو در کنار تکمیل فرمایشاتشون میگم. ببینید آقای مهدوی آزاد گفتن که اون مجلس ششم و خاتمی هم بودن، بزرگتر از این بودن و خامنه ای اونا رو حذف کرد. واقعیتش اینه که دورش متفاوته. 20 سال پیش که مجلس ششم جلو خامنه ایستاد و دوم خرداد، ما شاهد اعتراضات گسترده مردم نبود. اعتراضات که از 96 تا حالا هست کاملا متفاوت. این اهمیت شکاف در حاکمیت بیشتر میکنه که خامنه ای از این میترسد در دوره‌ای که اعتراضات گسترده داریم شکاف در حاکمیت میتونه به سرنگونی منجر شه. این یک. دوم اینه که در دوره مجلس ششم ما 15 تا رئیس جمهور و رئیس مجلس و نخست وزیر و معاون اول اینا از نظام دور نشده بودن و مسئله دار نشده بودن. این دوتا نکته. سوم اینه که من مثل آقای مهدوی آزاد معتقدم بله اگه مردم بخوان رأی بدن به هیچ کدوم از این 15 نفری که من گفتم رأی نمیدن، کسی اصلا اونا رو قبول نداره. ولی خامنه ای نگرانه که اینا با مردم اگر همسو بشن این علیه نظامه. و چهارمین نکته اینه که نگرانه که حالا در سپاه در زمزمه میاد. این زمزمه هایی هم که روحانی و لاریجانی و در سپاه و مجمع تشخیص ایناست برای این نیست که جمهوری اسلامی بره. اتفاقا اونا میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن. اونا یه مدل میخوان جمهوری اسلامی نگه دارن. علی خامنه یه مدل دیگه. متعلی خامنه میگه اگر در درون حاکمیت همون حرفای مردم تکرار بشه که خودش بهش میگه حرفای دشمن، این باعث میشه که خطر وجود داشته باشه نظام سقوط کنه. و مهمترین خطری هم که داره میگه نگرانم خواص در اون روزی که نباید با این حرفا همسو بشن، یعنی اگر فشار اعتراضات زیاد شد، اگر در درون حاکمیت هم کسایی گفتن باید حرفای مردم شنید، خامنه ای از این میترسه وگرنه میدونه اونا در درون حاکمیت بلوک قدرت نمیتونه بشه. بسیار عالی آقای مهدوی آزاد، وقت چندانی دیگه نداریم، یعنی به پایان رسیدیم. حالا امیدوارم که در برنامه‌های دیگه چشم انداز باز بتونیم روی این موضوع صحبت بکنیم. همش تایید میکنم. بسیار عالی. ولی همچنان امیدوارم یک برنامه دیگه آقای مهدوی آزاد راجع به این موضوع بریم. متشکرم از هر 3 نفر. مهدی مهدوی آزاد بود، احسان مهرابی و مراد ویسی، و ممنونم از شما بینندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. تا سه‌شنبه شب.